درود به همه همیانان. در جلسه دیروز آقای خامنه‌ای با هیئت دولت اومده اعلام میکنه که شما باید دولتی ها عمل کردتون درست باشه تا مردم اعتماد بکنن. باید اعتماد مردم رو جلب بکنید. آقای خامنه‌ای دیگه فرافکنی بسه. دیگه حیا بکن. مردم از شما بیزارن. به شما اعتماد ندارن. دولت ها که گماشته شما هستن. از سال 68 تا الان چند دولت رو تنفیز کردی؟ همه رو خودت تایید کردی، اما در دولت‌های دومش اون شروع کردی به سنگ اندازی کردن. یه سیبلی درست کردی به اسم دولت، در پشت این دولت یه دولت موازی درست کردی به اسم دولت سایه که آقای جلیلی خودش اومد اعلام کرد. یه دولت سایه درست کردی و میگید ما عمل کرده دولت قانونی رو زیر نظر داریم. تمام پولای مملکت رو میدوزید، بودجه مملکت رو میبرید و دولت قانونی هم شده سیبل شما. تمام گناه رو بندازید گردن دولت، هرچند این دولت و وزراش فاسد هستن و این جریان رو میدونن، ولی برای غارت مملکت اومدید دارید با هم رقابت میکنید. اصولگرا شدن چند تیکه، اصلاح طلبا شدن چند تیکه و همشون دارن برای غارت ایران با هم رقابت میکنن، نه برای خدمت به ایران. دولت سایه شما همینا، چرا دولت ها شکست میخورن تو جمهوری اسلامی؟ یه مثال ساده براتون میزنم. مثلا اگه بودجه برای دولت تعیین میشه 500 میلیارد دلار، دولت سایه 400 میلیارد دلارشو میبره، 100 میلیارد دلار میده دست دولت قانونی. دولت قانونی باید پاسخگوی اون 500 میلیارد دلار باشه که قوه قضاییه، مجلس، رهبری، همه نهادها ازش سوال میکنن. طبیعتا دولت نمیتونه پاسخگو باشه، میاد دست میکنه تو جیب مردم، آب و برق و تلفن و گاز و قبض ها رو زیاد میکنه، خاد رو میدزده، آب رو میدزده، برق رو میدزده، مملکت رو غارت میکنه و اونا هم اینه میدونن. همشون دستشون توی یه کاسه است، فقط ظاهرا دارن یه رقابت ظاهری با هم میکنن. همشون دزدن، همشون غاصبن، به هیچ کدومشون اعتمادی نیست. سرمشعل همه دزدا تو بیت رهبریه، رأس فاسده که همشون فاسدن. همین الان هیچ کدوم از اینا به فکر مملکت ایران نیستن، هر کس به فکر خودشه. چرا؟ چون مملکت ما صاحب نداره. اگه یه پادشاهی روی مملکت ما بود، پادشاه خودشو صاحب ملکش میدونه، صاحب خونه است. هیچ وقت اجازه نمیده یه بیگانه بیا مملکتشو، خاکشو، خونشو ببره. ولی یه مستاجر نه، یه پولی بهش بده راهش کن بره. اصلا دولت‌های جمهوری همینطورن، مگه آمریکا نیست؟ یه عده بیگانه اومدن دولت آمریکا رو به نفع خودشون دارن مصادره کردن، یه دولت پنهان درست کردن، رئیس جمهوری آمریکا شدن عروسکای خیمه شب‌بازیشون. جمهوری اسلامی هم همینطوره، اگه شاه باشه اجازه نمیده هیچ کس این ملک رو نابود بکنه و منتظر هیچ دستی از آسمون همینا نباشید. دارن ایران رو تجزیهش میکنن. از آبان ما تا الان چه اتفاقی افتاد؟ همه اجناس سر به فلک زده، گورخوابی بیشتر شده، فقر بیشتر شده، فلاکت بیشتر شده، دزدی بیشتر، ناامنی بیشتر، کاردون خوابی بیشتر. یه عده هم تو رفاه دارن زندگی میکنن. بنابراین منتظر هیچ اپوزیسیونی نباشید. یه عده از اپوزیسیون خارج از کشور شدن مزدور غرب، یه عده از داخلی هم شدن مزدور داخل، به جز یه عده اندک و کوچیک که صداشون بنده خدا به جایی نمیرسه. تمام تلاششون رو دارن میکنن، فریاد میزنن، ولی صداشون به جایی نمیرسه. اصلا اجازه بهشون نمیدن که صداشون به کسی برسه. بنابراین منتظر هیچ دستی نباشید. خودتون باید محل محور، هر کس باید از خودش شروع بکنه. 5 تا 10 تا 100 تا شروع بکنید، مطمئن باشید صدای شما به کل ایران میرسه و همه ایران شروع میکنه. ولی اگه منتظر کسی باشید هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ کس دلش به حال ما نسوخته. اگه اعتقاد دارید به شاه و رضا شاه که ایران رو آباد کردن با کمترین هزینه، بیشترین خدمت رو به ایران کردن، هر کدوم از شما یه شاهزاده اید، هر کدوم از شما یه شاهدختی. رضا شاه نه پدرش شاه بود نه مادرش ملکه، ولی رضا شاه شد چون ارزه داشت، پیرنش خاک خورده بود، از جنس توده مردم بود.
چند سال پوتینش اپاش در نیاورد و مبارزه کرد. هیچ شخصی بزرگ نمیشه. هیچ شخصی کاریزما نمیشه مگر اینکه از جونش مایه بذاره. مگر اینکه برای آزادی ایران، برای ایران از جونش مایه بذاره. رضا شاه گذاشت. محمد رضا شاه هم دو بار ترورش کردن. کدومی که اینو تاوان دادن؟ خود اون خمینی ملعون شجاعت داشت. با تمام نیروهای سوار هواپیما شد اومد. هرچند امکان داشت یه سرباز وطن پرست بیاد اون هواپیما رو منفجرش بکنه، ولی اومد. اولویت مبارزه شجاعت و درایت. منتظر هیچ دستی نباید باشیم. هر کس باید از خودش شروع بکنه. فکر نکنید ما هم اینجاییم، تو رفاهیم. اینجا هم داره ما رو تهدید میکنه. بنابراین ما باید از خودمون شروع بکنیم. کسایی هم که میگن مردم نمیان، مردم میترسن، اینا مزدور سپاهن، مزدور اتاق فکر جمهوری اسلامی هن. میخوان تو دل مردم رو خالی بکنن. من باید بگم من مبارزه میکنم که همه مبارزه بکنن. من میرم که همه میرن. بیا. هیچ کس نباید بگه مردم نمیاد. این حرف سپاه. بنابراین منتظر هیچ دستی همینا نباید باشیم. از خودمون شروع بکنیم. هر کس از خودش شروع بکنه. پاینده ایران، پایدار ایرانی.